تخلص بکنید که آخرین خبرها در ارتباط با حضور سینمای ایران در جشنواره کن رو به ما بدید ازتون ممنون میشم. امسال یکی از واقعا عجیب ترین سالهای جشنواره کن هست، برای که تمام بزرگان سینما، تمام فیلمسازان بزرگ غربی و یا شرقی امسال فیلم فرستادن به کن، بیش از 1000 تا. حالا اون مهم نیست که تعداد کمیت فیلم ها چقدر زیاد هست، ولی هر بزرگی که در سینما یک فیلم ساخته و بسیاریشون تقریبا 4-5 تا از اینها جایزه اول کن را هم گرفتن یا اسپیشال جوری رو گرفتن، در این فستیوال شرکت کردن. مثلا وقتی من شنیدم که بلوکیو از ایتالیا، که من یادم میاد اینو در 1960 در ایران معرفیش کردم، مارکو بلوکیو فیلمساز ایتالیایی فیلم به فستیوال کن داده، واقعا تعجب شدم. حالا انتخابش که شده و در قسمت مسابقه هست به کنار، آلن رنه فیلمساز بزرگ، انگلی، تارانتینو، جین چمپیون، آلمودوار، شما هر کی رو که فکر کنید که وانترنیه فیلم دادن. و من در دائم در تماس بودم با کمیته انتخاب فستیوال کن و میدیدم، یعنی اصلا تعجب میکردم اینا میخوان چه فیلمی رو رد بکنن که این بیستای مسابقه انتخاب بشه و بعد بیستای uncertain regards، یعنی بیستای دوم که در حقیقت یک قابل قبول هست، خوب هست، ولی به مسابقه راه پیدا نمیکنن. و از ایران خوشبختانه فیلم بهمن قبادی هست، Nobody Knows The Persian Cat و About Persian Cat، و این فیلم باعث افتخار هست که بهمن قبادی بار دیگر به فستیوال کن راه پیدا میکنه و ما سر بلند خواهیم. مرسی آقای مقصودی، من خیلی خوشحال شدم که شما رو دیدم، ولی من موفق نشدم شما رو نزدیک ببینم تا الان، ولی این ارتباط از نیویورک تا واشنگتن هم که شما رو اینجا دیدیم خیلی برای من جذاب بود. امیدوارم که در فرصت‌های آینده بازم بتونم در خدمت شما باشم آقای مقصودی. تشکر میکنم. باشه.